بیانیه مشترک 42 تن از برندگان جایزه نوبل در حمایت از کهکشان مقاومت ایران. ما برندگان جایزه نوبل معتقدیم که آرزوی بزرگ مردم ایران برای آزادی در طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران محقق می شود. رئیسی یکی از مسئولین قتل عام 1367 است که طی آن 30,000 زندانی سیاسی که 90% آنها از اعضا و هواداران مجاهدین بودند اعدام شدند. امضا کنندگان بیانیه عبارتند از پروفسور بری سیبریش، برنده جایزه نوبل فیزیک 2017 آمریکا، پروفسور جی مکال بیشاپ، برنده جایزه نوبل پزشکی 1989 آمریکا، پروفسور توماس چک، برنده جایزه نوبل شیمی 1989 آمریکا، پروفسور یوهان دیزنهوفر، برنده جایزه نوبل شیمی 1988 آمریکا، پروفسور آرون سیچنوبر، برنده جایزه نوبل شیمی 2004 اسرائیل، پروفسور یواخیم فرانک، برنده جایزه نوبل شیمی 2017 آمریکا، پروفسور جروم فریدمن، برنده جایزه نوبل فیزیک 1990 آمریکا، پروفسور شلدون گلاشو، برنده جایزه نوبل فیزیک 1979 آمریکا، پروفسور الیور هارت، برنده جایزه نوبل اقتصاد 2016 آمریکا، پروفسور آلن هیگر، برنده جایزه نوبل شیمی 2000 آمریکا، پروفسور دادلی هرشباخ، برنده جایزه نوبل شیمی 1986 آمریکا. پروفسور روالد هافمن، جایزه نوبل شیمی 1981 آمریکا، پروفسور رابرت هورویتز، جایزه نوبل پزشکی 2002 آمریکا، پروفسور لوئیس ایگنارو، جایزه نوبل پزشکی 1998 آمریکا، پروفسور الفرید جلینک، جایزه نوبل ادبیات 2004 اتریش، پروفسور تاکاکی کاجیتا، جایزه نوبل فیزیک 2015 ژاپن، پروفسور برایان کوبیلکا، جایزه نوبل شیمی 2012 آمریکا، پروفسور راجر کورنبرگ، جایزه نوبل شیمی 2006 آمریکا، پروفسور فین کیتلند، جایزه نوبل اقتصاد 2004 نروژ، پروفسور جان سی ماتر، جایزه نوبل فیزیک 2006 آمریکا، پروفسور پاتریک مودیانو، جایزه نوبل ادبیات 2014 فرانسه، پروفسور پال مودریچ، جایزه نوبل شیمی 2015 آمریکا. پروفسور جان پولانی، برنده جایزه نوبل شیمی 1986 کانادا، پروفسور سر پیتر رادکلیف، برنده جایزه نوبل پزشکی 2019 انگلستان، پروفسور سر ریچارد رابرتس، برنده جایزه نوبل پزشکی 1993 آمریکا انگلستان، پروفسور رندی شکمن، برنده جایزه نوبل پزشکی 2013 آمریکا، پروفسور ریچارد شراک، برنده جایزه نوبل شیمی 2005 آمریکا، پروفسور ورنون اسمیت، برنده جایزه نوبل اقتصاد 2002 آمریکا، پروفسور ولس وینکا، برنده جایزه نوبل ادبیات 1986 نیجریه، پروفسور موریو وارگاس لیوسا، برنده جایزه نوبل ادبیات 2010 پرو، پروفسور سر جان باکر، برنده جایزه نوبل شیمی 1997 انگلستان،
پروفسور آری بارشل برنده جایزه نوبل شیمی 2013 اسرائیل، پروفسور دیوید واینلند برنده جایزه نوبل فیزیک 2012 آمریکا، پروفسور سر گریگوری وینتر برنده جایزه نوبل شیمی 2018 انگلستان، پروفسور چارلز رایس برنده جایزه نوبل پزشکی 2020 آمریکا، پروفسور مای بریت موزر برنده جایزه نوبل پزشکی 2014 از نروژ. پروفسور ادوارد موزر جایزه نوبل پزشکی 2014 نروژ، پروفسور گرهارد ارتل جایزه نوبل شیمی 2007 آلمان، پروفسور الیاس کوری جایزه نوبل شیمی 1990 آمریکا، پروفسور هرالد زورهاوزن جایزه نوبل پزشکی 2008 آلمان، پروفسور جان لوئیس هال جایزه نوبل فیزیک 2005 آمریکا، پروفسور گئورگ بدنورز جایزه نوبل فیزیک 1987 آلمان. ما برندگان جایزه نوبل امضا کننده این بیانیه نگرانی عمیق خود را از وضعیت وحشتناک و روبه وخامت حقوق بشر در ایران ابراز می‌کنیم. از آغاز سال 2022 تظاهرات و اعتراضات ضد رژیم توسط بخش‌های مختلف اجتماعی در شهرها و شهرستان‌های سراسر ایران ادامه داشته و مردم ایران برای مطالبه حقوق خود به پا خواسته‌اند. رژیم ایران که در تمامی عرصه‌های داخلی و خارجی با بحران مواجه است، تنها راه برون رفت را در تشدید سرکوب، تروریسم، جنگ افروزی و تسریع در برنامه دستیابی به سلاح اتمی می‌دارد. خامنه ای برای رسیدن به این هدف سال گذشته مجبور شد از نمایش‌های 40 سالی اصلاح طلبان در مقابل اصولگرایان در رژیم خود دست بردارد و ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری منصوب کند. رئیسی یکی از مسئولین کشتار 1367 است که طی آن 30,000 زندانی سیاسی که 90% آنها از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودند اعدام شدند. تنها جرم آنها اصرار بر حمایت از مجاهدین خلق بود. از سوی دیگر رژیم ایران با این ادعا که جایگزینی برای حکومتش وجود ندارد و تنها گزینه باقی مانده بین حکومت دینی کنونی و دیکتاتوری سلطنتی سابق است، سعی در گسترش ناامیدی دارد و این در حالی است که مردم ایران در سلسله تظاهرات خود مدام شعار می‌دهند نه شاه می‌خواهیم نه آخوند، لعنت بر هر دوی اینها. ما برندگان جایزه نوبل معتقدیم که آرزوی بزرگ مردم ایران برای آزادی در طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران محقق می‌شود که خواستار حق رأی همگانی و انتخابات آزاد، برابری زن و مرد و برابری مذاهب و اقوام و ملیت‌هاست و از فرصت‌های برابر در اشتغال و کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران و سیاست خارجی مبتنی بر همزیستی و یک ایران غیر اتمی حمایت می‌کند.